واسه چی رفته بودید ماهیگیری؟ همینجوری؟ دلیل خاصی نداشت. پیش اومد دیگه. نه خیر. آخرین باری که رفتید زمانی بود که پدرت فوت کرد. قبل از اونم واسه این که ما طلاق گرفتیم. منو گول نزن. مردم میرن پیش روانشناس، شما میرید ماهیگیری، چی شدی؟ استعفا دادم. این که چیز جدیدی نیست. تو مرتب داری استعفا میدی. بیا ببینم اصل کاری رو بگو. چی باعث شده بود برید ماهیگیری؟ دختر، نکنه همون پسره اومده. بس کن لیلا. چی رو بس کنم؟ تو استعفا میدی و اون پسر میاد و عذرخواهی میکنه، کتک میخوره و میره، بعد دوباره برمیگردی و کلن همه چی ادامه داره. واسه یه بار با فرهنگ باشی، یه بار نمیخورتش دم در. چی جرأت داره اونو بخوره؟ بگو کی ها؟ آی، میخوای زنگ بزنم به مادر بزرگ و بگم که سینا نامزدش رو پیدا کرده ها؟ شب بخیر، منتظر کسی بودی؟ چرا باید منتظر اون تخته پوک باشم؟ کدوم تخته دفنه؟ گفتی تخته؟ آخ دنیز، این وقت شب اومدی من عصبانی کنی؟ نه اومدم حرف بزنیم. اگه از من میخوایی که فردا بیام سر کار، الان بگم نه فردا نمیام سر کار. پس من الکی اومدم. اومده بودم بگم فردا نیایی سر کار. چی؟ اینجوری نمیشه دفنه. میدونم میخوای، اما آرامشی تو شرکت نمونده. نمیتونی با یالین کنار بیای. باید قبول کنی که باهاش مچ نمیشی. مچ نمیشیم؟ آره دیگه، معلومه که نمیشید. من امروز چک کردم، دیدم که تمام روز با دنیا خیلی خوب کار میکرد. پس با خودم گفتم باید بعد از کار به دفنه یه سر بزنم و ازش تشکر کنم. چند روزه که داریم ناراحتش میکنیم. میخواستم از طرف یالینم عذرخواهی کنم، اما مطمئنم هر وقت بخوای همدیگر رو میبینیم، ما دوستیم. داداش بیا بالا، آبجی مفتون قهوه درست کرده با هم بخوریم. نه یاشی، ممنونم عزیزم. های بیا دیگه داداش، بیا بالا، حوصله‌ام خیلی سر رفته. دنیزم که رفته بیرون، رفته دفنه رو ببینه. دفنه رو ببینه؟ چرا؟ خب دختره امروز خیلی ناراحت رفت خونه. دنیزم گفت یاشیم دلم خیلی واسش میسوزه، میرم ببینم که حالش چطوره. آه، نگران شد؟ آها. خوبه. تو آماده ای؟ آره، تو چی آماده ای؟ منم همینطور. عالیه. عالیه. لا 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 لا. آقا یالین، بقیه گزارش رو نگاه می‌کنی؟ آقا یالین، ها گزارش رو چک میکنین؟
آره. سلام ایزابلا. کار کردم با تو خیلی لذت بخشه. چطوری؟ کارتو دوست داری؟ راستش من خیلی وقت بود که منتظر همکاری با تو بودم. چطوری الهاندور؟ از دیدنت خوشحالم ایزابلا. چه روز دلپذیری تو هم موافقی؟ معلومه دفنه اینجا نیست واسه همینه. استعداد طنز شما فوق‌العاده است. من استعدادهای دیگه ای هم دارم. میخوای ببینی؟ بد الان نشون. توبه. بی تربیتا، ای کثافتای منحرف، ای بی شخصیتا. تو دفتر کار اول از همه اخلاق حرفه‌ای رو باید یاد بگیری. حق با تو عرفگی، صحبت کردن با تلویزیون اصلا منطقی نیست. راست میگی، صحبت من با تو هم عادی نیست. میدونم. خب برنامه رو اجرا کن. سب کن دوباره اجراش کن. اینجا داده ها رو رد میکنه. شما متوجه نشدید؟ فردا زمان تحویل پروژه به وزارت بهداشت ها. تا اون موقع حل میشه؟ ما برای درست کردنش از برنامه خانم دفنه استفاده کنیم، اما هنوز کنترل کامل نداریم. ممکنه حلش زمان بر باشه. چرا؟ خب هیچ کس توی شرکت نداریم که زبان پایتون رو بهتر از اون بلد باشه. این برنامه هم با پایتون نوشته شده. احتمالاً یه چند روزی طول بکشه تا بتونیم درستش کنیم. ولی تحویلش فرداست. دنیا، تو پایتون بلدی؟ یه مقدار بلدم، اما داداش حالا چی میشه ها؟ قسم میخورم اگه تو فردا این کارو انجام ندیم وزارت بهداشت میاد. دنیز کجاست؟ باید یه کاری بکنی. خب نمیدونم، اون ظهر رفت بیرون، تا الانم که نیومده، ولی فکر کنم راجبه یه دختره ها، چون عطر زد و همچین مشتی که دارم دیوونه میشم. فردا ارائه داریم، دپارتمان نرم افزار از هیچی خبر نداره. آقا دنیزم دنبال دختر افتاد. آره فکر کنم باید بری پیش دفنه و ازش بخوای که مشکل رو حلش کنه. حداقل بگه که فردا رو برگرده. نه، دوباره فردا دعوامون میشه. آی فردا در موردش فکر میکنیم. بذار اول اون ما رو از این مشکل نجات بده. اما اون نمیاد. فکر کنم باید متقاعدش کنی. مثلا یه دسته گل، چند تا حرف قشنگ، ها؟ باشه بابا، باشه باشه. حله؟ مشکل رو پیدا کرد؟ پیداش کرد. خیلی سریعم رفتم بالا راه حل. فکرت واقعا عالی بود. من نابغم؟ همین الان رفت، الان داره میاد خونه دفنه. ماموریت داره شروع میشه. باشه منتظرم.
حوصله‌مو سر بردی. اگه اینقدر ناراضی هستی برگرد سر کاری. حتی اگه بخوام دیگه هم نمیتونم برگردم. تازه هیچ کس هم با هم تماس نگرفته. آها، فکر کنم این یالین آراز باشه دختر. دلش برات کلی تنگ شده و اومده میگه به جهنم، به سلامتی، کی به آرامش. فکر میکنه تا دفنه اینجاست. واقعا فکر میکنی اینجوری فکر کنه؟ لیلا، تو هی من رو تلمبه بزن و باد کن و بزرگ کن. این گاز و باد نیست دختر، این جرقه ی علاقه از همون روز اول بین شما دوتا بود. وقتی که داداشم یالینو میزد من فقط داد میزدم. ببخشید اما چه علاقه این وسط بود؟ زود برو در رو واکن تا این جرقه آتیش نگرفتی. دوباره منتظر کس دیگه ای بودی؟ چی میخوای دنیز؟ آه، اینجوری به یه دوست خوش آمد میگی؟ بیا تو. آه، چه خبره؟ چقدر بی اعصاب. برو، برو حاضر شو. حاضر شم کجا؟ میخوام با دوستم بریم بیرون. برو آماده شو، من صبر میکنم. نه دنیز، نه نمیشه. نه. هیچ مخالفتی قبول نیست. نه یه عالمه کار باید انجام بدم. اول باید دوش بگیرم و از این کارها. تازه شب شما هم با این حالم خراب میکنم و بهتون خوش نمیسته. بسه دیگه چقدر بحث میکنی باهاش. تا تو بری دوش بگیری من آقا دنیزو همراهی میکنم. برو دیگه. آقا دنیز بفرمایید تو اتاق نشیمن بفرمایید. آقای دنیز، ما به طور رسمی هنوز به همدیگه معرفی نشدیم. ببخشید دنیز. منم لیلا هستم، مثل خواهر بزرگ دنیز. خواهر بزرگ؟ انتظار داشتم بگید خواهر کوچیک. ای زبون باز. پس اینجوری دل خانم رو به دست میاری؟ آره. خب حرف دل شد لیلا، باید دل این دوتا رو به همدیگه برسونیم. من میخوام واقعا بدونم نتیجهش چی میشه. ما باید به یالین فشار بیاریم. خیلی خوشم اومد، عالیه. به خدا این نقشه قدیمی حتما جواب میده، حتما جواب میده، مطمئنم. واقعا؟ پس به نظرت جواب میده؟ دیوونه ای؟ معلومه که جواب میده. آی خدا، از روز اول مطمئن بودم که این مشکل بالاخره حل میشه. پس من سریع گم و گور میشم تا یالین از آسمون آبی بیرون بیاد. میبینم دنیز عزیز، خیلی خوشحالم که با هم آشنا شدی. دفنه، من میرم دنبال داروک عزیزم. باشه لیلا. دفنه بیا دیگه دختر. اصلا حق غر زدن نداری، خودت اصرار کردی. ببین چه گرفتاری شدم. اینو ببین، این فرشته است؟ مثل مدل هاست.
میشه در رو باز کنی؟ حتما لیلا چیزی جا گذاشته. بهترین موقع رسید. هیچی داداش، هیچی، خوبه. الان بهت نشون میدم، اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، فقط کنار دفنه با همی. کجا؟ زیر دوش؟ منظور چیه احمق خان؟ دارم میبینم، لازم نیست بکن. منظور چیه لازم نیست بگی چون میبینی؟ چی فکر کردی ها؟ چی فکر کردی؟ چی میبینی؟ اینجا چه خبر شده؟ داداش گوش کن، مثل این احمق دوشاره سوء تفاهم نشو. این احمق هم گفت دیده. چی دیده؟ اصلا چیزی نیست. یعنی چی میبینی؟ باشه من همون بودم، اینجا تنهام. خب که چی؟ کجاش باعث سوء تفاهمه؟ نه، اون باید دوچاره سوء تفاهم بشه، این احمقه. اما تو مثل اون نباش. این شطوری که پشت سر من احمقه، ولی تو برادر منی که به خواهرت اعتماد داری. داداش جونم بس کن، فقط لطفا تمومش کن. مثلا پسره رو گذاشتی مراقب باشه. همینطوری در بازه دوستم راحت میتونه بیاد تو. بیا تو ببینم پسره کجا. تو بیا، برو اون تو. تو هم بیا، برو برو دیگه. این چیه دادش؟ بیا برو تو. من چرا برم تو همه موقع؟ تو وقت نداری، ما تصمیم بگیریم. ولش کن جون مادر، ولش کن، الان گندش در میاد. ولش کن، آروم باش. مامان پنبه من اومده، قربونت برم، خوش اومدی، چقدر خوشحالم کردی. اما کاشکی بهمون میگفتی که داری میای. خوچی این بازی در نیار. یا الله بگو ببینم زینه ها تو به کی نشون دادی؟ چه سینه ای؟ نشون ندادم. اصلا کی گفته؟ ادریس گفته. حرف مزخرف زده. دینا با پسر دعوا شده. اون که با همه دعوا میکنه. آی قربونت برم، بیا تو اول یه نفسی تازه کن. نفس من مشکل نداره. باشه باشه، اول تو بیا یه دقیقه استراحت کن. باشه قربونت برم، بیا بشین اینجا. یا خدا چجوری این پیر زن اینو بلند میکنه؟ خسته شدم، خیلی سنگینه. چی رو قایم میکنی؟ نه هیچی نیست. هست چی رو مثلا؟ معلومه چون چشاتو مثل دیوونه ها میکنی. نه من خوبم. زنگ در رو میزنن، من برم ببینم کیه. شما هم بشینین. یا خدا، استغفرالله نگاه میکنه. بیا دختر، تو اینجا چی کار میکنی؟ وای لیلا، خود خودش تو رو رسون. یالین تو همون زندانیه. اونجا چی کار میکنه؟ عرق کرده بود، رفته دوش بگیره. دیوونم نکن دیگه، باید بیاریمشون بیرون قبل اینکه هم دیگه رو بکشن. دنیس دیگه تو همون چی کار میکنه؟ پشت همون کیسه میکشن. سوالای احمقانه نپرس، یه کاری کن. قسم میخورم سینا تیکه تیکشون میکنه. چی؟ سینا هم تو همون؟ چی؟
پس دارم من چی میگم لیلا جان؟ میگم سینا تو اون همومه، قسم میخورم دنیز و یالینو خفه میکنه. شایدم تو الان خفهشون کرده باشه، دوتا جسد پسر خیلی خوشگل اونم تو همومه. من وای خوده چیکار کنم؟ وای سا ببینم چی دارم میگم. بابا ساکت باشید ببینیم چی میگه. این صدا وای باورم نمیشه، صدایه با... اوه کابوسه، اونم تو همومه؟ آره، داره اون دوتا پسرها رو میشوره. آخه دختر دیوونه شدیم، ما خاک رفتیم لیلا، به خاک رفتیم. حل نده بابا، برون بر دستو بندازم نشکسته میشه. آرام باش دیگه. مامان پنبه، ببین کی اومده پیش ما، عروس گلمون اومده، دستشو ببوس. خوش اومدی مادر بزرگ. ممنون عروس افاده ای، ممنون. اما بازم که تو لخت و پخت میگردی. نبا مدریس کجاست؟ داروک نوتون طبقه یه پایینه، بیاین بریم پیشش سورپرایزش کنیم. ها؟ بریم. آره برو بریم. آره بریم. بریم بریم. اوی اوی کجا میرین؟ میرم توالت. وای نه، آی دختر دیوونه شدی، بیا کنار الان خودمو قیس میکنم. نمیام کنار، باید صبر کنی. یا خدا دختر برو کنار، داره میریزه. نه نمیشه. آی نه مادر بزرگ، اول باید بری ادریس رو ببینی. توبه توبه. مادر بزرگ به خاطر خدا اول بریم داروکو ببین. آخه اون تب داره، خیلی تبش بالاست. بگو ببینم داشتی چی میکنی؟ حتما سرما خورده، هیچی بلد نیستی. آره بچه مریضه. بچه مریض افتاده تو خونه، اون وقت شما دارین ور 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 حرف میزن. اوی عاشقتم. برو برو بر آدم باش. برو بر. یا خدا خدا رو شکی، جسدی تو همون نیست، بیان بیرون. تکش کنم آه. سینتو به کی نشون دادی؟ مردی که مگه سینتو به تو نشون داده؟ میگیرم میزنم اتا. تو سینتو به این نشون دادی؟ چیه؟ خوشت اومده؟ ببین کاری نکنین جفتتون رو با کشم. بسه دیگه، برین از خونه من بیرون. یلا زود باشین بیرون هر سه تاتون. بیرون داداش، بیا برو بیرون. برو ببین چیه یالین، اگه میخوای. نه جدا از همه اینا، ما به تو شرکت نیاز داریم. امروز موقع اجرای داده ها به مشکل خوردیم و هیچ کس نمیتونه حلش کنه، باید بیای درستش کنی لطفاً، چون فردا برای جلسه میان. باشه میام. جدی حالا برو. اما این معنیش این نیستش که یادم رفته دنیز اینجا چی کار میکرد. بعدن جوابشو میدی. یالین گم شو آشغال. این بچه تب نداره که. آه حتما خیال کردم تب داره. آه خدایا شکرت. خودمو خیس کردم. جسده تو همون خلاص شدم، هم باعث شدم مادر بزرگم بره پایین. من خیلی باهوشم و شانس شیطونو دارم. درست رفیقی، نظر تو در مورد اینه چیه؟ یه سر برو بالا ببین این دیوونه چی کار میکنه. بگو بیاد. به سینام زنگ بزن بگو بیاد. همین الان میرم مادر بزرگ.
شیر مادر بزرگشه. بگو گل پسر، عمت سینه هاشو به کی نشون داد؟ ریفکی درو باز کن، اگه ماما پنبه بود درو بکوب تو صورتش. واقعا موندم تو به چه دردی میخوری؟ تو همین جوری اونجا بشین فقط. اصلا تا حالا نپرسیدی دفنه چه اتفاقی افتاده؟ فقط مثل اون سه تا جسد با سینه من کار داشتی. خدایا خودت محافظ این بنده حقیرت باش. لیلا سکته کردم، فکر کردم ماما پنبه است. چی کار کردی دختر؟ بچه ها را از خونه انداختی بیرون؟ نه نه انداختمشون، بسته بندیشون کردم گذاشتمشون تو یخچال. لیلا یواشتر، ماما پنبه گوشش اندازه دیوار ممکنه بشنوه. اون موقعی که سه نفری رفته بودن تو همون وایساده بودن نشنید، الان میخواد بشنوه؟ حالا خیلی کوتاه تعریف کن ببینم قضیه نشون دادن این سینه چیه، بعدش هم خودت میری جواب مادر بزرگتو میدی. بازم درباره یه سینه. دنیز وایسا، برام توصیه بذار. دلم برات تنگ شده بود. چطوری؟ حالت خوبه پسرم؟ آی، مثل آخرین ودا شده. انگاری خدایی نکرده پدر بزرگش داره میمیره. نه، اون دنیزه که قراره بمیره. زبونه تو گاز بگیر. همه شما ازدواج میکنین و پدر بزرگتون شادی شما رو میبینه. حرف از شادی شد. به من بگو ببینم، امروز دختر ما دفنه رو دیدی؟ دیدم. آره دیدمش. تو از کجا میدونی اسمش دفنه است؟ آی، معلوم اسم عروستو میدونم. مگه میشه ندونم؟ خجالت بکش یالی. ای خدا. آبجی مفتون، منم با پدر بزرگم قهوه میخورم. باشه پسرم. من نمیام، قسم میخورم که من نمیام. آخه مگه من دیوونم دختر؟ تازه اونم تنهایی. به مامان پنبه بگو دفنه خسته است، فردا هم میره سر کار. برو بگو آفرین. عزیزم، فکر میکنی مادر بزرگت کوتاه میاد؟ داره به من ربطی نداره، نمیتونم بیام. دوباره میخواد داستان سینه هامو بکشه وسط. تازه من از دست پسر فضول تو عصبانیم. بهتر عجل چشم دور باشه. بله. الو سینا، مادر بزرگت میگه بیای اینجا. نه من اصلا نمیتونم واسه امشب بیام. یه بهونه پیدا کن، بگو خوابیده یا این چیزا. سینا حداقل تو این کارو نکن. دفنه قبل از تو مادر بزرگت رو به جونم انداختی. من داداش برات آرزوی موفقیت میکنم. بیا دیگه سینا، مثل مادر بزرگت شروع نکنه. ای بابا. من رفتم، موفق باشی عروس افاری. یالی چی شده پسرم؟ هیچی پدر بزرگ. خیلی مام، مرسی. آب آورد. متشکرم. بفرما. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. میرم بخورت دا. <تص->
حتی نتونستی خطا رو پیدا کنی؟ نمیتونم با دختری که از دیروز خطا رو پیدا نکرده حرف بزنم. من سعی نکردم پیداش کنم چون کار من نیست. تو یه مهندس برنامه نویسی و پیدا کردن خطاهای نرم افزار کارته، چرا نمیگی که نمیتونی؟ من فقط پایتون رو نمیشناسم. در ضمن هر مهندسی مجبور نیست همه زبانا رو بشناسه. خب؟ هی بهانه، هی بهانه. آها، پیداش کردم. اینهاش. داشتم میومدم بپرسم مشکل حل شد؟ آره حل شد، خطا رو پیدا کردم، این کد درسته. دفنه تو فوق‌العاده ای. سلام به همگی. دنیز عزیزم، از بیمارستانی که نرم افزار رو تست میکردیم زنگ زدن. اگه آماده باشیم میتونیم همین امروز سیستم نصبیم. فوق‌العاده است، عالیه. پس من باید برم بیمارستان، میرم که برنامه رو تحویل بدم. فعلا. ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.